سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز تلویزیون کانال جدید. من گلشن حیدری هستم. خوشحالم که تونستم امروز با یکی دیگر از سری برنامه های نگاه روز در خدمت شما دوستان باشم. موضوع امروز در برنامه نگاه روز مانور نظامی 30 کشور در خلیج فارس هست. کشتی های جنگی 30 کشور به رهبری آمریکا یک مانور نظامی مین روبی رو در خلیج فارس شروع کرده و تا 27 سپتامبر ادامه میده. میگن این بزرگترین مانور نظامی در این منطقه هست و با اینکه آمریکا گفته هیچ کشور خاصی رو خطاب قرار نداده، خطاب این مانور قرار نداده، ولی روشنه که این هشدارها میتونه شامل حال جمهوری اسلامی بشه. اجازه بدید بدون مقدمه بیشتری به سراغ مصطفی صابر بریم. سلام به شما. با سلام شما بینندگان عزیز. هدف از این مانور رو مصطفی صابر چه میدونید و چه کشورهایی رو در اون شرکت کردند و اینکه آمریکا گفته کشور خاصی رو مورد خطاب این مانور قرار نداده و فقط برای حفظ امنیت رفت و آمد در خلیج فارس بوده، به نظرتون چقدر صحت داره؟ خب این واقعیه که واسه حفظ امنیت در رفت و آمد در خلیج فارس همچین مانوری رو انداختن، اما اون کسی که این امنیت رو مورد تهدید قرار داده جمهوری اسلامی دیگه. جمهوری اسلامی تهدید کرده که میبندیم و اگر ما حمله کنند و اینا مثلا مسیر عبور نفت و اینا رو میبندیم و در نتیجه یه هدف به طور واقعی این هست و خیلی روشنه که خطاب این مانور اساسا جمهوری اسلامی هست و در حال خودشون هم از لحاظ نظامی ظاهرا توی جنگ‌های قبلی که داشتن توی دوره جنگ خلیج 10 سال پیش و اینها زیاد تو زمین مین روبی خوب عمل نکردن، حالا میخوان یه هماهنگی هم با هم بکنن از لحاظ نظامی به صدا ارتقا بدن کار خودشون. ولی نکته مهمترش اینه که بالاخره 30 کشور که همشون هم مثلا کشورهای عضو ناتو یا غرب و اینا نیستن، کشورهای عربی هستن، کشورهای اروپای شرقی هستن تو این مانور ظاهرن و از این طریق هم آمریکا داره سعی میکنه که پیامی به جمهوری اسلامی بفرسته که چطور به قول خودشون جامعه جهانی سر قضیه عبور و مرور نفت در خلیج فارس جدی هستن و مثلا آمادن واسه هر گونه اقدامی که جمهوری اسلامی انجام بده. یه جور جواب جمهوری اسلامی هست. عکس‌العمل جمهوری اسلامی تا اینجای کار چطور بوده؟ تا اونجایی که من اطلاع دارم و در زمان ضبط این برنامه خب خیلی جالب بوده عکس‌العمل ها. مثلا اولش گفتن که ما این قضیه رو یعنی این مانور رو خیلی از نزدیک دنبال میکنیم و اینا. بعد خامنه‌ای مثل این که بوده بوده رفته نوشهر و اونجا توی نوشهر نیروی دریایی مانور مینگذاری برگزار کرده، یعنی از اون طرف این 30 کشور آمریکا اینا دارن مانور میر جمع کنی میذارن، جمهوری اسلامی هم داره از اون میگه من مانور مینگذاری میکنم و گویا خامنه ای دستور داده یه زیر دریایی هم به آب بندازن. یعنی ایشون واقعا دیوانه است، فکر میکنه با این کاراش و این جور چیزاش و اینا مثلا میخواد قدرت نمایی کنه، میگه مثلا دیگه محکم وایساده سر جاش و اینا. این عکس العملی بوده که تا حالا جمهوری اسلامی داشت. مصطفی صابر، یه عده این مانور مینروبی در خلیج فارس رو نشانه از یه جور رویا رویی جمهوری اسلامی و آمریکا میدونند، به نظر شما تا چه حد این صحت داره؟ خب اینا ببینید کل رابطه آمریکا و جمهوری اسلامی با هم دیگه اگه در نظر بگیریم، این مانور و این مسخره بازی ها رو که به خصوص خامنه ای انجام میده و اینا رو میشه درست تر فهمید. مسئله اینجاست که آمریکا هماره یه فشار رو جمهوری اسلامی گذاشته و همیشه در صدد بوده، تلاش داشته که جمهوری اسلامی رو رفته رفته اصلاح بکنه، استحاله بکنه، تبدیل بکنه به یه چیزی که تمکین بکنه در مقابل آمریکا و سیاست آمریکا. جمهوری اسلامی هم همیشه درد گرون داشته، درد چیزی داشته جمهوری اسلامی واسه اینکه مردم ایران رو سرک بکنه و نگر داره خودشو به زور چه میدونم
کشت و کشتار و اعدام و حزب الله چرخونی و حجاب تحمیل کردن و اسلام را برقرار کردن، اینا همیشه درجه به اصطلاح سیاست های ضد غربی رو لازم داشته واسه بقای خودش. الان هم خب هنوز همون حکایت ادامه داره و این حتی به یه حد به اصطلاح تحریکات نظامی علیه هم دیگه، تبلیغات نظامی اگر دوست دارید، به اینجا هم رسیده. خب از این طرف میگم درست خیلی این حرکت خامنه‌ای و رفتن به شمال و مانور مینگذاری گذاشتن کاملا نشون میده که یه جور جنگ و به اصطلاح فشارهایی که آمریکا داره میاره و مقاومتی که جمهوری اسلامی میکنه به این حد هم رسیده که حتی مانورهای نظامی در مقابل همدیگه قرار میدن. و از اون طرف هم مثلا فرض کنید چه میدونم جمهوری اسلامی توی سوریه در این حال داره دولت بشار اسد رو کمک میکنه، آمریکا داره سعی میکنه که یه جوری دولت بشار اسد رو کنار بزنه و وضع اونجا رو کنترل بکنه، یا چه میدونم تو لبنان هم داره میبینی که از اون طرف اسرائیل نماینده غرب، از این طرف حزب الله توسط جمهوری اسلامی حمایت میشه و یه جور منازعات اینجوری هم دارن. خب آره این به یه معنا روی نظامی هم هست ولی در همین حده. آخرین سوالم رو اینطور مطرح میکنم، چقدر فکر میکنید احتمال داره جنگ نظامی، درگیری نظامی بین پیش بیاد بین حالا آمریکا و ایران؟ جنگ نظامی در دستور آمریکا نیست، جمهوری اسلامی هم خیلی واضحه که یعنی بازنده جنگ و هیچ علاقه به جنگ نداره. تو صحبت قبلی هم سعی کردم اینو توضیح بدم که چجور این کشاکش اینا و این جدال این دوتا با هم دیگه میتونه حتی توی زمینه نظامی هم تا این حدود پیش بره و دیگه هم ممکنه گله از دست کسی در برو با هم درگیرم بشن و بزنن سر کله هم دیگه. ولی به نظرم جنگ به اون معنایی که الان توی دستور آمریکا است و مثلا فرض کنید دوره بوش که اومد نظم نوین جهانی میخواست را بندازه و جنگ باید میکرد و که قدر قدرتی خودش و قلدری خودش نشون بده، به اون معنا الان تو دستور آمریکا نیست، سیاست های اوباما نیست. داریم میبینیم توی افغانستانش موندن، تو عراق هم که گذاشتن رفتن بیرون و شروع کردن یه جنگ دیگه‌ای به نظر نمیسه الان تو دستورشون باشه. حالا اسرائیل داره اونجا موش میدونه و به خاطر شاید بیشتر مسائل درونی خودش و موقعیت نتانیاهو اینها حتی دست به تحریکات جدیتری هم بزنه، ولی کلن الان تو سیاست غرب جنگ نیست. همین اتفاقا فرض کنید به تصویب رسیدن یه قطعنامه دیگه در شورای حکام سازمان انرژی بین‌المللی که روسیه و چین و اینا هم شرکت کردن توش نشون میده که اینا این توافق دارن که فشار میزنن، فشار اقتصادی، تحریم ها و حتی این فشارهای نظامی واسه این که بگن تو نمیتونی ببندی و به اصطلاح برگای برنده رو از جمهوری اسلامی گرفتن و دائم فشار گذاشتن روش. این سیاستی که الان آمریکا داره دنبال میکنه و اینکه این به جنگ منجر بشه، این سیاست قرار نیست به جنگ منجر بشه. میگم حالا یه جایی ممکنه گله از دست کسی در بره و حالت زد و خورد نظامی هم پیش بیاد، ولی سیاست آمریکا این هست که در هر حال تا اونجایی که به مردم برمیگرده این فضا به شدت فضای بدی هست، این فضا به شدت به جمهوری اسلامی کمک میکنه که تبلیغاتشو بکنه، همین دیگه، خوراک میده به رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی و خامنه‌ای رو نشون بده که رفته نمیدونم یه دونه زیر دریای قرازه رو به آب انداخته و اینا، و از اون طرف فشارها و تحریم‌های اقتصادی که میاد رو زندگی مردم و پدر مردم در میاد. میخوام بگم جنگ محتمل نیست و اونایی که دارن داد و بیداد میکنن آی جنگ میشه پس حالا باید بریم چیکار بکنیم، بریم واسیم کنار جمهوری اسلامی یا اینا، اونا مقاصد دیگه دنبال میکنن. ولی این وضعیت واسه مردم ایران وضعیت بسیار سخت و بسیار مخاطره آمیزیه. مردم هم که دارن زیر این سیاست ها له میشن و زندگیشون نابود میشه،
و راهش هم اینه که مردم خودشون بیان میدون و کلک این جمهوری اسلامی رو بکنن، جمهوری اسلامی از سر را بردارن تا به همه این بساط خاتمه داده بشه، خودشون میان قدرت رو به دست بیان، خودشون بیان زندگیشون رو به دست بگیرن. وگرنه تا وقتی دست اینا باشن هی این حالت تبلیغات جنگی و تحریم اقتصادی و کش و قوس های اینا ادامه خواهد داشت، یه جا هم ممکنه بزنن به تیپ هم دیگه و واقعا جنگ بشه. این خطرها همیشه هست، منتفی نیست. راه مقابله با همه اینها این است که مردم خودشون به میدون بیان و زندگیشون رو به دست بگیرن. با تشکر از شما مصطفی صابر. متشکرم. و با تشکر از شما بینندگان عزیز، امیدوارم که این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شب و روزتان خوش.